چرا میتوان ماه را در طول روز دید؟ چرا میشه ماه رو در روز هم ببینیم؟ جوابش خیلی آسونه، چون ماه اونجاست. ممکنه یه ذره عجیب به نظر برسه که در طول روز که به آسمون نگاه میکنید ماه رو ببینید، اما این امری کاملا طبیعیه. احتمالاً میدونید که خورشید یه توپ گرد زرد و سفیده که در طول روز توی آسمون میدرخشه و به همه جای جهان نورافشانی میکنه، در حالی که ماه یک عنصر تغییر شکل دهنده است که شب هنگام در دل آسمان خودنمایی میکنه. و احتمالاً دیدین که یه وقتایی عصرها و وقتی هنوز هوا روشنه ماه به طور کاملاً واضح توی آسمون دیده میشه و به قلمرو خورشید قدم میذاره. همراهان تکسان تیوی سلام. بدون معطلی بریم سراغ جواب این سوال که چرا میشه ماه رو در طول روز دید. ولی ازتون میخواییم قبلش کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. ماه به قدری روشن است که در طول روز ظاهر میشود. تقریبا دیگه هممون میدونیم که ماه نوری از خودش منتشر نمیکنه، بلکه در عوض نور خورشید رو منعکس میکنه تا آسمون شب رو روشن کنه. جالبه بدونید که ماه در واقع کاملا تاریکه، پس تنها حدود 3% از نور خورشید که به سطح ماه برخورد میکنه منعکس میشه. با این وجود 3% نور منعکس شده برای روشنایی آسمون شب ما در زمین کافیه. همه اینها برای اینه که بگیم اگرچه ماه تقریبا در هیچ جایی به اندازه خورشید روشن نیست، اما هنوز بسیار درخشانتر از درخشانترین ستاره در آسمون شب. بنابراین ماه میتونه از طریق رنگ سفید آسمون روز بدرخشه و حتی در ظهر هم قابل مشاهده شه. نقش چرخش زمین در پیدایش ماه در طول روز. امکان دیدن ماه از زمین کاملا به موقعیت اول اون توی مدار بستگی داره. ماه در کمتر از 30 روز یه دور چرخش در اطراف زمین رو به اتمام میرسونه و در طول اون مدت به صورت اشکال مختلف در آسمان ظاهر میشه. از این اشکال متنوع معمولاً به عنوان 8 صورت ماه یاد میشه. در بخش معینی از اون دوره زمانی ماه هنگام غروب خورشید طلوع میکنه، چون ماه در جهت مخالف خورشید در آسمان قرار داره. بنابراین در هر ماه کامل خورشید، ماه و زمین به گونه‌ای در یک صف قرار میگیرن که تقریباً همزمان میتونیم غروب خورشید و طلوع ماه رو مشاهده کنیم. اما با همه این حرفا، با گذشت هر روز ماه به خورشید نزدیکتر میشه، تا اینکه سرانجام یه روزی فرا میرسه که بسیار نزدیک میشه و تقریبا همزمان با خورشید طلوع و غروب میکنه. نتیجه این امر اینه که ماه در طول شب کمتر و در طول روز بیشتر دیده میشه. از اونجایی که زمین دائما در حال چرخشه، ماه بیشتر از 12 ساعت از کل 24 ساعت در بالای افق ظاهر میشه. در بعضی از روزها این 12 ساعت با 12 ساعت تابش خورشید در بالای افق مصادف میشه و اینک ما میتونیم ماه رو در طول روز ببینیم. دیدن ماه بعد از مرحله ماه نو. توی مرحله ماه نو ماه شروع به دور شدن از خورشید میکنه تا اینکه دوباره تبدیل به حالت ماه کامل شه و چرخه از ابتدا شروع شه. جالبه بدونید که ماه تقریبا در طول روز و تقریبا در هر روز قابل مشاهده است، به استثنای روزایی که به حالت ماه جدید نزدیک میشه. اما برای تشخیص اون باید خیلی دقیق به آسمون نگاه کنید. به همین دلیله که بیشتر رصد کننده های آماتور نمیتونن هر روز ماه رو در طول روز مشاهده کنن. حالا شما به ما بگین، به نظرتون بهترین زمان برای مشاهده ماه در طول روز چه زمانی است؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودین.